Saya dari Afghanistan. Saya datang ke sini 2 tahun yang lalu. Lima bulan. Iya, 5 bulan. Iya. Jangan tanggo ya. Any other question, brother? Do not touch. Can get satu. Cell, visual, telephone, no photography. Yeah, thank you so much. ما از افغانستان آمدم ولی در ایران کلان شدم و بزرگ شدم. 35 سال تقریبا اونجا زندگی کردم ولی نه آیدی کارتی داشتم نه حق شهروندی داشتم. همیشه شهروند درجه دوم بودیم. چون ما پسرمو برای اولین سال که فرستادم مدرسه یک روز برگشت اومد خانه و خیلی ناراحت بود گریه میکرد. گفتیم چی شده؟ گفت مدیر منو بلاغت زد. افغانی گم شد کشورت اینجا چرا؟ چی میخوای تو؟ چرا اینجا هستی؟ در نتیجه رسیدم که اونا رو از اینجا ببرم بیرون تا جای دیگه شاید بتونن با شرایط بهتری زندگی کنن. شرایطی که من نتونستم زندگی کنم اونا بتونن زندگی کنن. تازه که ما رسیدیم اینجا شرایط خیلی سخت بود. چون ما در کشوری اومده بودیم که هیچ اطلاعاتی در موردش نداشتیم. زبانش فرق میکرد، فرهنگش فرق میکرد، حتی آب و هوایش فرق میکرد. همیشه باران بود و از دوستا دور شده بودیم، از آشناها دور شده بودیم. خصوصا برای خانومم خیلی سخت بود. اون فقط روزا میشست اینجا گریه میکرد و من وضعیتم خراب بود ولی خودم محکم نگه میداشتم چون دیگه چاره ای نداشتم. Refugee Learning Center, or RLC, is an educational center established by refugees for refugees. Our only goal and mission is to provide education, basic education, and prepare the refugee children for their future. We're also trying to provide a normal life as much as possible to them. They come and they socialize, they have fun, they make friends, and they try to forget all the worry and stress and tension in their life. I couldn't study myself and I couldn't pursue higher education. The only thing I could do was to be useful to other people, to use my limited knowledge and experience to make the lives of other people easier. آره تازه که رسیدیم اینجا خب بچه‌ها رو اولین کار کردم اومدن در این مکتبی که تازه درست شده بود اومدن سهم گرفتن. هر وقت که صبح میام اینجا از روی علاقه میام و واقعا لذت میبرم وقتی که هستم اینجا لذت میبرم و last year, UNHCR visited at different learning centers active in Chisarva and gave them this bad news that the resettlement opportunities have decreased tremendously for refugees living in Indonesia. So we've been trying to find new ways to inspire them to keep themselves busy and stay active. Between the refugee and the local community, I feel like there is a language barrier which stops the refugees from having a open and honest interaction with Indonesian. For this reason, we are offering Bahasa classes to the parents and also the refugee community. If you try your best to learn the language of a particular place or country, it really helps, you know, make things easier, living and your life much easier. چون ما قبلا در ایران وقتی بودیم مشخص بود همیشه همو نگاه تبعیض‌آمیز از اونو دیده بودیم. چیزی که ما رو سورپرایز کرد در اندونزی بود که ما فکر می‌کردیم شاید همه کشورها همینطوری برخوردشان با افغانی‌ها همینطوری باشه ولی اندونزی‌ها تا جایی خیلی بهتر بودن. هیچ ما به خاطر مادیات یا اینکه برم یک جایی که زندگی بهتر یا پول بیشتری داشته باشم مهاجرت نکردم. همش اومدم بخاطر اینکه یک جایی برم که فقط با ما مثل یک انسان برخورد کنن و با بقیه آدم‌ها فرق نداشته باشه. نظر شخصی خودم بهترین چیزی که آرزی میتونه نشان بده یه سه که در مردم دنیا نشان بده که مهاجرین واقعا سربار نیستن. اونا موقعیتش اگه باشن میتونن خیلی کارهای خوب و بزرگی انجام بدن مثل اینجوری.